شعرش رو گفته بود. این آواز معروف پسرم پسرم بود که خودم یادمه وقتی اومدم به تلویزیون و این آواز رو خوندم، پسر خودم رستم رو آورده بودم و یادمه که بغلش کرده بودم و چون بیمار بود یکم از بیماری صحبت کردم و بعد به همین دلیل در سالهای بعد من همیشه از بچه ها صحبت کردم و از بچه های بیمار و از بچه هایی که احتیاج به کمک ما و شما داشتند و دارند. این مسئله انسانی بوده و هست و من دلم میخواد که در طول تمام سال که برای شما در رادیو و تلویزیون برنامه اجرا میکنم امسال، این مسئله رو در صدر هدفهای برنامه هم قرار بدم، کمک به کودکان ایران و جهان، چرا که بچه یکی از ظریفترین و ضعیفترین موجودات روی زمینه و باید به اونها پرداخت، به خصوص که سال 1979 سال جهانی کودک و ما از هم اکنون با برنامه هامون به استقبال سال کودک میریم. من شبم من شبم تا صبحی صبح روشن، پسرم پسرم مرا از خاطر من، من بی تو ای بهار چون گلی پژمرده‌ام، خستم خستم خسته و دل مرده هم. پسرم بهانه مگیر با سراغ خانه مگیر، آشیانه رفته به باد ره آشیانه مگیر، ای نگاه تو حسرت بود مرده در من هر آنچه بود، ای نگاه تو حسرت آلود مرده در من هر آنچه بود. لا 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 لا. نشسته دریغا بین ما بس گذشت، چه شبها بی تو گذشت. من شبم تا صبحی صبح روشن، پسرم مرا از خاطر من، پسرم دهان مگی با سراغ خانه مگی، آشیانه رفته به باد ره آشیانه مگی، ای نگاه تو حسرت ها مرده در من هر آنچه بود، ای نگاه تو حسرت آلود مرده در من هر آنچه بود. من خوشحال میشم اگر تمام شما سلامت باشید و کار بکنید و بسازید زندگی رو و دنیایی رو که فردا هست و مال شماست و مال بچه های شماست. اینجا یاد میکنم از خواهرم فروغ فرخزاد و یکی از اشعار فروغ، قسمت خیلی کوتاهیش که میگوید: روی خاکی ایستادم با تنم که مثل ساقه گیاه، باد و آفتاب و آب را میمکد که زندگی کند.